نام خدا و با عرض سلام به خبرهای این ساعت خوش آمدید. امروز دوشنبه هشتم ماه ثور سال 1399 هجری خورشیدی در آغاز سرخط چند خبر. افزایش شمار رویدادهای مثبت ویروس کرونا در کشور به بیشتر از 1700 رویداد. ویروس سیر پروگرسیوش می باشد و تخریبات در بدن زیاد می باشد. در حالت ماشین تحلیل مصنوعی کمتر حیات را نجات می دهد. کشته و زخمی شدن بیشتر از 1500 غیر نظامی در سه ماه نخست سال روان میلادی در افغانستان. در نتیجه حملات روسی و انفجار ماینهای کنار‌جاده ای از سوی طالبا ده‌ها تن از افراد ملکی شهید و زخمی شدند. محتم شدن رهبران سیاسی به کمکاری برای اعلا تنش‌های سیاسی کشور. هر بحران تنها می تواند با مصالحه و با یک ساختار حکومت همه شمول حل شود. افزایش 14 درصدی طرفه بر واردات آهن در کشور. و برگشت نخست وزیر بریتانیا به دفتر کارش پس از بهبود یافتن از بیماری کووید 19. جزاکی هستم با مشروح خبرهای این ساعت. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در کشور به 1703 تن افزایش یافت. وزارت صحت عمومی میگوید که در 24 ساعت گذشته 172 رویداد تازه در کشور ثبت شدند که بیشتر این رویدادها در ولایت‌های بلخ، هرات، کابل و کندهار بودند. شمار قربانیان این بیماری به 57 تن رسیده است و 220 تن دیگر درمان شدند. در همین حال کسانی که اعضای خانواده هایشان به بیماری کووید 19 مبتلا شدند، مسئولان شفاخانه ها را به خدمات رسانی به بیمارانشان به بی‌پروایی متهم می سازند. انیسا شهید گزارش می دهد. با افزایش بیماران کووید 19 شمار کسانی که مشکوک به ویروس کرونا هستند در برابر شفاخانه افغان ژاپن بیشتر شدند. اینان میگویند که روند نمونه گیری از افراد مشکوک بسیار آهسته است. این مرد که یکی از اعضای خانواده اش را برای تشخیص ویروس کرونا در اینجا آورده است میگوید که نزدیک به 3 هفته پیش از مادرش در این شفاخانه برای تشخیص ویروس کرونا نمونه گرفته شده است، اما تا کنون نتیجه آن روشن نیست. 17 روز میشه که برای ما کس نمیکنه، زنگ میزنم میگه ما معلوم نیست، میگه که در دیگه شفاخانه میگم که ما نمیگیرم مادرت. اینجا که 30 میم 30 ریزل بگم میگه برو اونجا برو اینجا برو، هیچ کس نمیده که کجا کنم، کس میموره کس هیچ نمیکنه، یک چیز رو کم دکتر است. اینان میگویند که مسئولان شفاخانه ها در برابر بیماران با بی‌پروایی برخورد میکنند. دو نفر از بخاطر چوکی اون هر روز مبارزه کردم ایران نمیکنن که مبارزه را بیاین در شفاخانه کنن، جنازه مردم در این سرک مونده، جنازه را نمیتن. با وجودی که وزارت صحت عامه از آماده ساختن تجدیدگاه های برای بستری ساختن بیماران ویروس کرونا گپ میزنه، اما ما با کسای اینجا گپ زدیم که مریض دارن، اما مسئولین شفاخانه به سادگی مریضایشان را بستری نمیسازه و حتی به ما کسای گفتن که تا زمانی که اینا یک شناخت واسطه به شفاخانه نیارن هیچ مریضی را در شفاخانه بستری نمیسازن. وزارت صحت عامه از گسترش ویروس کرونا در کشور خبر می‌دهد و می‌گوید که 300 دستگاه تنفس مصنوعی در کشور وجود دارد. زمانی که یک مریضی که اختلالات مختلف داشته باشه، امراض مزمن می‌داشته باشه و یه ویروس سیر پروگرسیوش می‌باشه و تخریبات در بدن زیاد می‌باشه، در حالت ماشین تحلیل مصنوعی کمتر حیات را نجات می‌ده. ماشینایی که وجود داره خواستن در شفاخانه کووید 19 همش فعال است. اما شماره از پزشکان میگویند که وزارت صحت عامه متخصصان برای به کارگیری این دستگاه های تنفس مصنوعی ندارد. یکی مشکلی که هنوز نیروهای اختصاصی ما و شما در این مورد بسیج نشده، دوم در این مورد کس ترن نشده، سومی که ماشینا را ما ندیدیم، اما ماشینایی که کمک میشه حتما استانداردش از ماشینای سابق که در افغانستان از خوبتر باید باشه، باید ما و شما ماشینای معیاری داشته باشیم و مطابق هر ماشین دکتر علایده ترن شوه و نرس علایده ترن شوه از نظر تکنولوژیش، حتی تکنیشن دارن ماشینا از خوب. به گفته این مسئولان وزارت صحت عامه، هفته های آینده شمار مبتلایان به ویروس کرونا در کشور افزایش خواهد یافت. مریم شریفی یکی از پزشکان در ولایت کندهار که در خط نخست مبارزه با ویروس کرونا در این ولایت قرار دارد میگوید که با انگیزه بالا میخواهد با پزشکان دیگر کارش را ادامه دهد.
این پزشک می افزاید هرچند خانواده‌اش درباره کارش نگرانی جدی دارند، اما او می افزاید که می خواهد برای نجات جان مردم به وظیفه‌اش ادامه بدهد. عبدالله چکزایی در این باره گزارش فرستاده است. مریم شریفی از 10 سال به این سو همچون پزشک بیماران کندهاری را درمان می کند. مریم از 1 ماه به این سو در خط نخست مبارزه با ویروس کرونا در کندهار قرار گرفته است. می گوید که روزانه 12 ساعت را با بیماران آلوده با ویروس کرونا سپری می کند. با باور این بانو هرچند خانواده اش نگرانی جدی درباره کارش دارد، اما او می خواهد برای نجات جان مردم در برابر ویروس کرونا این وظیفه را ادامه دهد. او هر روز با پوشیدن لباسی ویژه به دیدار بیماران ویروس کرونا می رود. ما من حیث یک دکتر وقتی که شفاخانه وقت ساز داده شد به تداوی مریضان کرونا، ما هیچ وقت به خود یک دلهرگی را ندادم. با عزم بسیار محکم شروع کردم به کار خود، به خاطر از اینکه اول ما باید به مردم کمک کنیم، مردم را تشویق کنیم، مردم روحاً تقویه بتیم. پزشک مریم میگوید که هنگام درمان بیماران کووید 19 هیچ حراسی ندارد و میخواهد با این کار پزشکان و پرستاران دیگر را به پیکار بهتر با این ویروس کشنده تشویق نماید. با وجود خطرناک بودن ازی، ما پرسنل مسلکی ازی مرض هیچ وقت هیچ گاهی موقع ترس نداریم. به خاطر ازی که روز اولی که من دکتر شدم و تعهد کردم پیش خود که به مردم خود، به مریضان ما خدمت میکنیم. ما افتخار میکنیم که میاییم اینجا به مردم خدمت میکنیم، کار میکنیم. به یه جای خطرناک و به یه چیز بسیار و زحمت و چیزیم، میاییم دیگه اون بر مردم زحمت میکشیم میگیم. در همین حال کندهاریان پزشکان بخش درمان بیماران ویروس کرونا را قهرمانان خطاب میکنند و میگویند که آنان در خط نخست جنگ با این ویروس قرار دارند. پداس یو حالت کی مبارزه ډیر ستونزمن کار دی، اما هغه کنداری خویندکانی چې د پداس یو حالت کی پداس یو وقیم حالت کی بیا هم حالې زلی کوي، تلاش کوي د زموږ د پاره د دې هڅې د دې زحمات زموږ د پاره د قدر وردی او موږ پر دې باندې فخر کوو. ډاکټرای کی با این وایروس خطرناک میژنن واقعا هم برای ما واقعا پر افتخار هستن. ما سر از اینا افتخار میکنیم، افتخار ما هستن. ویروس کرونا تا کنون به بسیاری از ولایت‌های کشور گسترش یافته است. کندهار پس از کابل و هرات بیشترین مبتلایان ویروس کرونا را در سطح کشور دارد. سازمان ملل میگوید که آمار تلفات غیر نظامیان در 3 ماه نخست سال روان میلادی در افغانستان به 1293 تن بوده است. یک گزارش هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان نشان می‌دهد که در 3 ماه نخست سال روان میلادی 533 غیر نظامی به شمول 150 کودک کشته شدند و 760 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. در این گزارش طالبان 39% مسئول تلفات غیر نظامیان شناخته شدند، اما طالبان این آمار را رد می‌کنند. سازمان ملل از طرف‌های درگیر جنگ در افغانستان می‌خواهد که آتش بس کنند و در برابر ویروس کرونا به گونه مشترک مبارزه کنند. شریف امیری جزئیات را گزارش می‌دهد. برخلاف تمامی انتظارها که سال 2020 میلادی همچون سال و آتش بس دانسته می‌شد، در 3 ماه نخست این سال خشونت ها همچنان ادامه داشتند و قربانی اصلی این خشونت ها غیر نظامیان بودند. چنان که گزارش هیئت معاونت سازمان ملل متحد نشان می دهد که در 3 ماه نخست سال میلادی 533 غیر نظامی به شمول 150 کودک در افغانستان جان باختند و 760 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. بر بنیاد گزارش یونما، گروه های مخالف مسلح دولت مسئول 55% تلفات غیر نظامیان هستند که از این میان سازمان ملل متحد طالبان را مسئول 39%، شاخه داعش خراسان را مسئول 13%، نیروهای دولتی مسئول 21% و نیروهای خارجی را هم مسئول 8% از تلفات غیر نظامیان در 3 ماه نخست سال میلادی در افغانستان دانسته است. در نتیجه حملات تروریستی و انفجار ماینهای کنار جاده ای از سوی طالبان ده ها تن از افراد ملکی شهید و زخمی شدند. در این گزارش آمده است که شمار تلفات غیر نظامیان از سوی طالبان در مقایسه با زمان مشابهان در سال گذشته میلادی افزایش داشته است. فیزیک طالبان آن را رد می کند. خواهشم از طرف های درگیری است که لطفا در جایی که کلینیک های سی مسدود هستند او را
باز بکنن، باز که با پادرمیانی محسن سفیدا و متنفذین قوم اکثرا باز میشه، اما هنوز هم یک تعداد کلینیک های ما مسدود است. به خاطر که زمانی که کلینیک مسدود باشه کی آسیب پذیر میشه؟ بیوزن وطن، خواهر وطن، طفل وطن. سازمان ملل متحد از طرف های درگیر جنگ در افغانستان میخواهد که خشونت ها را متوقف بسازند، به آتش بس تن دهند و در مبارزه در برابر بیماری کووید 19 به گونه مشترک کار کنند. دوار لوری د جنگ څخلاص واخلي په سوله باندې کار وکړي، دا د ټولې دنیا خصوصا امریکا باید په دې کې مداخله وکړي، خلیزات مداخله وکړي چې د سولې کوم لوري هغه توافقنامې ته غاړه نږدي چې په هغې باندې فشار راوړي. هرچند خشونت ها و تلفات غیر نظامیان در ماه مارچ میلادی افزایش داشتند، اما این گزارش سازمان ملل متحد نشان می دهد که شمار تلفات غیر نظامیان در سال 2020 در مقایسه با سال پار 29% کاهش داشته است که سال 2012 میلادی به این سو کمترین آمار بوده است. نماینده غیر نظامی ناتو در افغانستان میگوید که محمد اشرف غنی و عبدالله برای حل تنش‌های سیاسی تلاش جدی نکردند و به این حل تا کنون این تنش‌ها پایان نیافته است. نیکولاسکی میگوید که اکنون زمان آن است تا رهبران سیاسی افغانستان متحد شوند و برای روند صلح و مبارزه با ویروس کرونا کار کنند. در این حال صلاح الدین ربانی سرپرست جمعیت اسلامی افغانستان و از یاران عبدالله میگوید که از رأی مردم کنار نمی‌رود و برای رسیدن به هدف‌هایشان که تغییر ساختار کنونی نظام و توزیع ساختار قدرت است به مبارزهشان ادامه خواهند داد. مسعود انصار گزارش می‌دهد. نیکولاس کی نماینده غیر نظامی ناتو در افغانستان سیاستگران افغانستان را با یک تفاهم برای ایجاد یک حکومت همشمول فرا می‌خواند. این دیپلمات که ماموریتش در افغانستان پایان یافته است میگوید که اشرف غنی و عبدالله تا کنون تلاش های کافی برای حل تنش های سیاسی نکردند، اما میگوید که اکنون پرسش روی چگونگی ایجاد یک تفاهم سیاسی است. هر بحران تنها میتواند با مصالحه و با یک ساختار حکومت همشمول حل شود. این چیزی است که اهمیت تنوع کشور را منعکس می‌سازد و من می‌دانم این خواست هر دو رهبر است و اکنون تنها سوال روی جزئیات یک توافقنامه است. اما ریاست جمهوری میگوید که رهبری حکومت خواهان حل هرچه عاجل چالش‌های کنونی است و تلاش‌ها در سطوح مختلف جریان دارد. پیشرفت‌های نیز در پی داشته است. پروسه صلح کشور، مبارزه با ویروس کرونا و دریافت راه حل سیاسی برای چالش‌های موجود بخش عمده‌ای از اولویت‌های کاری رئیس جمهور افغانستان و رهبری حکومت افغانستان تشکیل می‌دهد. در حالی که منابع نزدیک به کسانی که در این اواخر میان عبدالله و اشرف غنی پادرمیانی کردند از توافق این سیاستگران تا پایان این هفته میگویند، اما صلاح الدین ربانی در اعلامیه به مناسبت 8 ثور روز پیروزی مجاهدین میگوید که در برابر آنچه که کودتا در انتخابات گذشته ریاست جمهوری میداند کوتاه نخواهند آمد و تا رسیدن به هدفشان که همانا تغییر نظام سیاسی و نیز توزیع قدرت است مبارزه خواهند کرد. حکومت منافع ملی را ترجیح بتیم نسبت به منافع شخصی، گروپی، سمتی و حتی حزبی. هر جوان ما کشته میشه از یاد چی میره؟ او برای کلشان به اولاداشان تحصیل میکنن، بلند منزل دارن، شور کردن، دوزی کردن. مردم خوارزار از پیسه نداره، توانایی نداره، این لعنتی همه جور نمیده بینم. با این هم شهروندان کشور علت ادامه این اختلاف ها را به سود مردم نمی دانند و می گویند که سیاستگران کشور در برابر خواست های شهروندان و منافع ملی بی پروا هستند. دو روز از مهلت وزارت امور داخله برای فرستادن پرونده مالک رستوران 7 ستاره به لویستارن ولی می گذارد. اما تاکنون وزارت امور داخله در برای پرونده مالک این رستوران چیزی نمی گوید. چکیلا ابراهیم مالک رستوران 7 ستاره به سوی استفاده از نام دفتر نخست بنی کشور و زیر پا کردن دستور دولت برای محدودیت فعالیت متهم است و نیز با تهدید و توهین به خبرنگاران تول نیوز و شکستاندن دوربین آنان متهم است. نهادهای حامی رسانه ها می گویند که بررسی نشدن این پرونده نشان دهنده کوتاهی پلیس است و رابطه های تعریف نشده حلقه های در حکومت است. خالد نگزاد گزارش می دهد.
وزارت امور داخله به روز پنجشنبه هفته پیش از بررسی ها درباره پرونده شکیل ابراهیم مالک رستوران هفت ستاره خبر داد. مالک این رستوران برای رعایت نکردن محدودیت های مبارزه با ویروس کرونا، سوء استفاده از نام دفتر نخست بنی کشور و توهین تهدید خبرنگار طلوع نیوز متهم است. پنجشنبه هفته پیش وزارت امور داخله گفت که این پرونده تا 72 ساعت دیگر به لوی سارنولی فرستاده خواهد شد، اما اکنون که دو روز از این مهلت میگذرد از سرنوشت این پرونده خبری نیست. بیش از این برخوردهای سطحی با پرونده های خشونت در برابر خبرنگاران پذیرفتنی نیست. برای تقویت فضای اطلاع رسانی نیاز است با عاملان خشونت در برابر خبرنگاران نهادهای عدلی و قضایی برخورد جدی کنند. هغه څه چې اړتیا و هغه ډول چې اړتیا و حکومت په دې برخه کې جدي اقدام نه دی کړی او تر ډیره هغه عاملین یا عدلی و قضایی ادارو ته نه دی سپارل شوی. در همین حال نهادهای عامی رسانه ها وزارت امور داخله را انتقاد می کنند که بر بنیاد روابط های شخصی علاقات می کشند تا پرونده مالک این رستوران به نهادهای عدلی و قضایی فرستاده نشود. کسی که صاحب رستوران است رابطه های متاسفانه تعریف ناشده تجاری یا اصطلاحا مافیایی ممکن است با تعدادی از اراکین حکومت و تعدادی از بلندپایگان حکومت داشته باشد و این یک بازدارندگی را ایجاد کرده تا قضیه بررسی نشود. وزارت امور داخله حاضر نیز در این باره چیزی بگوید، اما شماره از حقوقدانان میگویند که بر بنیاد قانون باید این پرونده به گونه جدی بررسی شود. زمانی میتوان از قانون یاد کرد که بستر برای تطبیق آن وجود داشته باشد. ما قانون اساسی، قانون رسانه‌های همگانی و قانون دسترسی به اطلاعات داریم، اما به درستی تطبیق نمی شود. معنایش این است که قوانین در یخ نوشته شده و با آفتاب گذاشته می شود. هفته پیش پس از شکایت های همسایگان این رستوران، خبرنگاران طلوع نیوز انگام تهیه گزارش با تهدید و توهین مالک این رستوران روبرو شدند و دوربین هایشان از سوی این زن شکستانده شد. دفتر بانوی نخست در یک اعلامیه گفته است که این زن هیچ رابطه ای با این دفتر ندارد و باید زیر پایگرد قرار گیرد. ادامه این خبر هاست طلوع و طلوع نیوز. در حالی که شمار تمامی رویدادهای مثبت ویروس کرونا در جهان نزدیک به 3 میلیون رسیده است و شمار قربانیان این ویروس از مرز 207 هزار گذشته است، برخی از کشورهای جهان محدودیت‌های قرنطین را کاهش دادند. در ایتالیا، اسپانیا و بخش‌های از آمریکا محدودیت‌های قرنطین کاهش یافتند. نخست وزیر بریتانیا نخستین رهبری که به ویروس کرونا مبتلا شده بود، پس از 3 هفته به کارش بازگشت است، اما هشدار می‌دهد که ویروس کرونا مانند یک قاتل است. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا که پس از 3 هفته بیماری به کارش بازگشته است، هشدار می‌دهد که اگر تدابیر قرنطین در این کشور زود برداشته شوند، موج دوم ویروس کرونا خطرناک‌تر خواهد بود. من از تجربه شخصی هم میگویم که این ویروس یک قاتل فیزیکی غیر قابل انتظار و نامرئی است و این لحظه است که باید آن را به زمین بکوبیم. اکنون فرصت این کار فرا رسیده است. اکنون زمان حداکثر خطر است. اما در برخی از کشورها مانند ایتالیا، اسپانیا و امارات محدودیت های رفت آمد کاهش یافتند. ایتالیا که ظاهراً اوج بیماری کووید 19 را سپری کرده است، برای بازگشایی کاروبارها هم طرح دارد. از 4 ماهیمی تمامی سکتورهای تولید، ساختمانسازی و عمده فروشی‌های وابسته به این دو سکتور باز خواهد شد. این یک گزار بسیار مهم است که با یک طرح سنجیده شده و ساختار یافته به پیش می رود. در شهر دبی مرکز اقتصادی امارات متحده عربی هم پس از نزدیک به 1 ماه فروشگاه ها باز شدند. با این حال شمار قربانیان بیماری کووید 19 در جهان به نزدیک 207 هزار رسیده است و شمار مبتلایان هم به نزدیک 3 میلیون رسیده است. اما بیشتر بیماران درمان شدند. با اکنون نگاه کوتاه داریم بر چند رویداد دیگر در جهان. پوشیدن ماسک در وسایط حمل و نقل عمومی در آلمان اجباری شده است. ایالت ساکسونی نخستین ایالت است که پوشیدن ماسک را در ترانسپورت عمومی و دکانها اجباری ساخته است.
از اعدام بنیتو موسولینی رهبر فاشیست ایتالیا 75 سال می‌گذرد. موسولینی که متحد هیتلر بود در روزهای پایانی جنگ جهانی دوم از سوی جنگجویان ایتالیایی اعدام شد. ارتش سوریه میگوید جنگنده های اسرائیلی که بر فراز لبنان پرواز میکردند چندین موشک را بر شهر دمشق پایتخت سوریه شلیک کردند. اما سوریه میگوید که بیشتر این موشک ها را دفع کرده است. از تلفات جانی این حمله ها گزارش نشده است. با ادامه خبرها باز هم خوش آمدید. اتاق تجارت و سرمایه گذاری از افزایش 14% تعرفه گمرکی بر آهن آلات وارداتی خبر میدهد. مسئولان این اتاق میگویند که افزایش تعرفه های گمرکی بر آهن آلات بدون ارزیابی دقیق از تولیدات داخلی و نیازمندی کنونی بازارها صورت گرفته است و این کار سبب افزایش بهای آهن آلات در بازارهای کشور خواهند شد. اما وزارت مالیه میگوید که این تصمیم بر بنیاد پیشنهاد بخش خصوصی گرفته شده است. زبی جهانمل در این باره گزارش تهیه کرده است. اتاق تجارت و سرمایه گذاری میگوید که به تازگی وزارت مالیه با افزایش 14% تعرفه گمرکی بر آهن آلات وارداتی این تعرفه را به 30% افزایش داده است. مسئولان این اتاق میگویند که این کار در شرایط کنونی اثرهای ناگوار بر بهای آهن آلات در بازارها خواهند داشت. شکایت هایی که رسیده دیده میشه که این تعرفه بدون ارزیابی قبلی 100% افزایش یافته و حال یک مقدار تاثیرگذار بوده بالای قیمت ها و قیمت ها را بالا برده. پس به این معناست که عدم تورید فلزات به مارکت افغانستان باعث شده که با وضع شدن از این تعرفه قیمت ها بالا بره. اما وزارت مالیه میگوید که تصمیم افزایش تعرفه گمرکی به هدف حمایت از کارخانه های تولید آهن آلات داخلی صورت گرفته است و از این تصمیم بخش خصوصی آگاه بوده است. این فیصله در هماهنگی و همخوانی کامل با اتاق تجارت افغانستان و اتاق صنعت افغانستان صورت گرفته. هر دوی از این اتاق ها عضویت کمیته تعرفه را دارند. یگانه هدف از این بالا بردن تعرفه حمایت از تولیدات آهن آلات در داخل کشور است. بر بنیاد آمارهای داده شده ماهانه افغانستان به حدود 85,000 تن آهن آلات نیاز دارد که به گفته شماره از وارد کنندگان آهن آلات بیش از 80% آن از بیرون وارد می شود. و این هم نرخ شماره از ارزها در برابر افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار امریکایی 76 افغانی و 10 پول، یک یورو 81 افغانی و 40 پول، یک درهم امارات 19 افغانی و 50 پول، 1000 روپیه هندی 900 افغانی، 1000 تومان ایرانی 4 افغانی و 70 پول و 1000 روپیه پاکستانی 476 افغانی. اکنون شما می توانید نشرات طول نیوز را به گونه زنده از وبسایت دریا.net و اپ دریا نیز ببینید. این بود خبرها تا این ساعت. از توجهتان جهان سپاس. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.